سلام، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. امروز تصمیم گرفتم که بیام و یه مقدار راجع به این تجربه یک سال و نیم درس خوندن من توی کانادا بهتون بگم که سخت بوده، آسون بوده، کلاً چه کارهایی کردیم، چه کارهایی شما باید انجام بدین در دوران دکترا و اصلا کلاً چه انتظاراتی باید داشته باشین وقتی که شما دانشجو دکترا میشین، چقدر سرتون شلوغ میشه از اینجور حرفا. نمیدونم میدونی یا نه، من چند وقت پیشم دفاع پروپوزالمو انجام داده بودم و اصطلاحاً از PhD student تبدیل شدم به PhD کندیدیت، که یعنی در واقع یه جوری که ریکوایرمنت های دانشگاه انجام شده برای گرفتن دکترا، که فقط الان میمونه رضایت استاد راهنما، که رضایت استاد راهنما هم برای فارغ التحصیلی مقطع دکترا توی دادن مقاله و پیپر و اینجور چیزا خلاصه میشه. در نتیجه به خاطر این تغییری هم که تو استاتوس من به وجود اومده، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم، این که بگم که تو این یه سال و نیم خورده ای چه ها بر من گذشت وقتی داشتم درس میخوندم. این ویدیو رو ببینین و نظرتون رو به این بگید. خب من یه جایی هم پیدا کنم که بشینم. اینجا جای خوبیه و تقریبا خلوت هم هست. خب هوام جاتون خالی؟ جاتون خالی که نه، تقریبا خیلی گرم شده و یه چند وقتی هم هست که اینجا اصلا دیگه با هوای سرد عادت کردم، یه مقدار گرم شدن هوا داره اذیت میکنه. 32 درجه هم شده هوا این چند روز اخیر، بعد دیگه یه مقدار اذیت کننده است دیگه. امروز مثلا 32 درجه بود، دیروز هم 30 درجه بود. کلا این زمین گرمایی و اینا باعث شده که دماهای گرم گرمتر و سرد سردتر بشه، اونطوری حالت شدید شدیدتر بشه دیگه به این صورت. خب حالا بریم راجع به این بحث در واقع تحصیل تو کانادا و یه سالی که گذشت صحبت بکنم. قبلش بهتون بگم که من کلی ویدیو راجع به بحث اپلای و نمیدونم زندگی دانشجویی و اینا دارم، میتونید برید تو قسمت پلی لیستای کانال ببینید که چطوری اپلای کردم، چطوری نمیدونم زبان خوندم اونجا چیزا. و اینکه تو این ویدیوها میخوام بیشتر راجع به بحث تحصیل توی کانادا صحبت بکنم، بحثای جانبی مثل حالا بحث فاند و بحث شرایط زندگی و بعدی خوبی مهاجرت رو قبلا تو ویدیوها گفتم که حالا لینکشون بالا براتون میذارم، یه سری پلیلیست هم توی دیسکریپشن این ویدیو میذارم براتون که اونا رو هم برید ببینید. اما تو این ویدیو فقط میخوام بیشتر راجع به بحثای در واقع آکادمیک صحبت بکنم که فقط درس خوندن به چه صورته. خب من این ویدیو رو به چند تا قسمت تقسیم میکنم. اولین قسمتی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث درس ها هستش، یعنی اون درس هایی که شما باید برای دکترا پاس بکنید. همونطور که میدونید کانادا از اون کشورهایی که کورس داره در حین تحصیل دکترا، شما باید کورس پاس بکنید. بعضی کشورها اینطوری نیستن، مثلا استرالیا من میدونم کورس نداره. توی کانادا شما تو دوره دکترا، حالا بستگی به خود دانشگاه و اون سیستم دانشکده و اینا داره، ولی معمولا بین 3 تا 4 تا یا شاید تا 6 تا درس مجبور باشید پاس بکنید، که درس ها همشون 3 واحده اصطلاحاً 3 تا کردیت دارن. و درس ها خب حالا چطوریه؟ درس که خب حالا خود درس هستش و درس خوندن و ایناش به کنار، که خب به هر حال حجم خوندنشون هم زیاده و کتاب مرجع هم اکثر استادا معرفی میکنن، مرجع انگلیسی هم هست و شما مجبورید کل اون کتاب یا بخش های زیادی از یک کتاب یا حتی بخش های زیادی از چند کتاب رو بخونید. این بستگی به درس و استاد و اون سیلابسش و کلا سیستم درس دادنش داره. اما نکته ای که داره اینه که این درس ها جدا از اینکه شما حجم زیادی باید بخونید، اکثرشون تمرین و پروژه هم دارن، یعنی بخش زیادی از وقت اون سال اول دکترای شما میره سر این که شما بخواید این تمرین این درس ها رو بنویسید و پروژه هاشون رو حل بکنید. تمرین هاشون اکثرا مفهومی هسته، شما باید وقت بذارید فکر بکنید مسئله رو حل بکنید، یا خصوصا پروژه ها پروژه های آبکی نیستن، پروژه های یه چیزی که شما باید خودتون احیانا بر اساس موضوع پایان نامتون بیاین یه سری تحلیل و آنالیز و اینا انجام بدید و طوری یه پروژه عمومی عامه مثلا همه بخوان از یه چیز بزنن نیستش. همینا باعث میشه که این قضیه وقت زیادی از شما بگیره و کلا شما درگیرید دیگه، درگیرید سر این درس ها. و به جهت میتونم بگم اگه 2 تا درس شما در طول یک ترم بخواید بردارید، کل وقت اون ترمتون میره سر این که بخواید تمرین ها و پروژه هاشو انجام بدید و واقعا باید وقت بذارید. اما یه خوبی که داره اینه که اینجا نمره گرفتن خیلی راحت تره به نسبت ایران. چرا؟ چون که همین حجم زیاد تمرین ها و پروژه ها باعث میشه که درصد زیادی از نمره در واقع امتحان نمره کل اون درس شما اختصاص پیدا کنه به اینها و دیگه در واقع امتحان پایان ترم حجم زیادی نداشته باشه. تو ایران بعدیش چطوریه؟ تو ایران بعدیش اینه که شما کلی تمرین انجام میدین، پروژه هم بازم حل میکنین، در نهایت همشون میشن 3 نمره، میشن 4 نمره و بازم حجم نهایی حجم زیادی از نمره رو امتحان نهایی یا امتحان پایان ترم و میان ترم و اینا تشکیل میده. اما اینجا میتونم بگم برعکس، من حتی یه درس هم یادم بود که امتحان پایان ترم نداشت و فقط تمرین و پروژه و چیزا و 20 نمره از اونها بود. ولی خب پروژه های سنگین بود، مثلا حتی ارائه هم داشت، 2-3 تا ارائه داشت و اینا.
در اینچه از این نظر خیالتون راحت باشه، یعنی دیگه خصوصا داشو دکترا هستی دیگه درگیر نمره نیستید که حالا مثلا نمره این درستون کم احیانا بشه فلان اینا. اگه شما وقت بذارید تمرینا رو انجام بدید، پروژه رو انجام بدید، به حد مورد نیازم برای اون امتحان بخونید، مطمئن باشید نمره A، حتی A مثبت، حالا دانشگاه ما نمره A کیفی اینطوری میده، نمره 90 95 اینا رو میارید و از این نظر اصلا نگرانی نیستش. کار دومی که باید شما توی دکترا انجام بدید و این کار رو باید تو همون سال اول یا 18 ماه اول تحصیلتون انجام بدید، دادن امتحان جامعه هست. جریان امتحان جامعه چیه؟ بخوام به صورت خیلی خلاصه بهتون بگم، با دادن امتحان جامعه اون الزامات دانشگاه برای دادن مدرک دکترا به شما برطرف میشه. خب از نظر دانشگاه دیگه شما شایسته گرفتن مدرک دکترا هستین، منتها رضایت سوپروایزر رو باید داشته باشین بعد از در واقع برای فارغ التحصیلی دیگه به این صورت که خب رضایت سوپروایزر حالا خلاصه میشه به دادن مقاله که جلوتر بهش میگم. اما وقتی که این امتحان جامعه رو شما بدین و پاس بشین این امتحانو، دیگه اون چیز قانونیش برداشته میشه دیگه، دانشگاه با شما کاری نداره. دانشگاه میگه آقا شما کورساتو پاس کردی، امتحان جامعه هم دادی و دیگه پی اچ دی کاندیدیت میشی، از پی اچ دی استودنت میشی پی اچ دی کاندیدیت و دیگه اوکی شما میتونی سال چهارمت مثلا فارغ التحصیل بشی و من بهت مدرک دکترا بدم، دیگه دانشگاه بهت گیری نمیده. و اما خب به هر حال گیری سوپروایزر هست که جلوتر حالا بهش میگم. و خب امتحان جامعه چطوریه؟ این میگم بستگی به دانشگاه شما، کشوری که شما شاید باشید خیلی امکان داره فرق بکنه. من برای دانشکده خودم رو بخوام بگم، دانشکده عمران، دانشگاه مکمستر، اینجا حتی دانشکده به دانشکده هم سیستم فرق میکنه. برای دانشکده عمران ما اینطوری بود که این امتحان جامعه یه بخش کتبی داشت که 9 ماه قبل بودن برگزار شد برای من و یه بخشش در واقع پروپوزال، دفاع پروپوزال که بخش شفاهی طور بود. همون بخش کتبی هم در 2 روز برگزار شد برای من. یه روز اول من رفتم امتحان رو نوشتم، کلا سوال حل کردم از 3 تا درس دوره در واقع گذشت، 3 تا درس دوره کارشناسی هم برای من سوال طرح شده بود، درسایی که قبلا پاس کرده بودم. سوال بهم دادن مثل امتحان معمولی، سوال بهم دادن، اورش 10 تا سوال بود و اورش 4 ساعت هم وقت بود، وقت امتحانم خیلی زیاد بود و کلا باید حل می‌کردم دیگه، باید می‌نوشتم و فلان اینا. امتحانم کتاب باز هستش، منبع هر منبعی بخوای میتونی استفاده بکنی، اینا فقط با کسی نباید صحبت بکنیم. و اون بخش کتبی شد. روز بعدش چه بود؟ روز بعدش هم اومدیم و استادا دور هم جمع شدن با جلسه آنلاین زوم و اینا و دونه دونه اون سوالای امتحانو سعی می‌کردن از من بپرسن رفع اشکال و فلان اینا. البته من یه ویدیو هم بابت اون بخش دارم، بابت بخش اول امتحان جامعه من، موتور عظیمی داره رد میشه اینجا. و این بخش اولش بود. حالا بخش دومش جریانش چیه؟ بخش دومش دفاع پروپوزال هستش که برای ما، برای دانشکده ما، حالا 7-8 ماه بعدتر انجام شد که میشه هم یه ماه قبل من. و حالا دفاع پروپوزال چیه؟ دفاع پروپوزال دکترا مثل دقیقا در واقع دفاع که حالا آره ما دفاع داریم، برای دکترا دفاع داریم، برای ارشد دفاع نداشتیم، ولی کلا نوشتن همون پروپوزال دکترا دقیقا مثل نوشتن پروپوزال برای ارشد میمونه، حالا برای دانشکده عمران ما. طوری که شما موضوعتون رو میایین توضیح میدین، یه مقدار لیتریچر ریویو انجام میدین، یه مقدار مثلا مرور لیتریچر ریویو که فطور مرور ادبیات فنی و به هر حال نتایج گذشته و یه سری چیزام، چند تا چیزام شما خودتون پروپوز میکنین، میگی که من میخوام فلان کارو فلان کارو اینا رو انجام بدم و بعد میرین جلسه دفاع و اونو پرزنتش میکنین، پاورپوینت میسازید و خلاصه اینکه استادام از شما یه سوال میپرسن و اوکی پروپوزالتون هم که انجام شد دفاع کردید، دیگه شما رسما میشید پی اچ دی کاندیدیت و اون شرط دانشگاه برداشته میشه. من تو فکر کنم برای پروپوزال نوشتم یه ویدیو دارم که لینکش این بالا براتون میذارم. وقتی که دیگه پروپوزال رو در واقع دفاع کردی میتونی نفس راحت بکشی، چون که اکثر کارهای سنگین شما توی سال اول تموم میشه. یه نکته هم بگم که امتحان جامعه هم امکان داره فیل هم بشید، یعنی اونطوری فکر نکنید که خیلی گلابی همه میرن پاس میشن، نه. اگه کارتون واقعا خیلی داغون باشه، پروپوزال ننویسید، کاری نکرده باشه و وقت نداشته باشید، امتحان جامعه میتونید فیل بشید و فکر کنم مدرک مستر بهتون بدن و کلا از دانشگاه یه جوری اخراج، حالا اخراج میشید دیگه، به صورت یه چیزی درستون تموم میشه همچین چیزی. خب کار سومی که شما در طول این یه سال و نیم دکترا باید انجام بدید و بعد از این هم بیشتر باید انجام بدید، بعد از این امتحان جامعه و پاس کردن درساتون، بحث ریسرچ هست. من تو میخوام به صورت یه چیز کلی بهتون بگم، تو یه سال و نیمه اول خیلی استادا با شما کار جدی ندارن توی ریسرچ. خب یعنی فکر نکنید که اصلا نباید کار کنید، نه، باید کار بکنید، باید مقاله بخونید، باید احیانا فکر بکنید سر موضوع کاری که میخواید انجام بدید، باید ایده بدید و اینجور حرفا. اما مثلا استادا انتظار جادو ندارن که آقا همون سال اول شما یک دو مقاله برایشون بدید و احیانا حرکت خاصی بزنید. بیشتر بحث ریسرچ شما هم تو گفتم مقاله خوندن و به هر حال
خلاصه نویسی و اینکه جلسات هفتگی خیلی از استاد عجب استاد خود من جلسات هفتگی میذاره و تو جلسات هفتگی ما پاورپوینت معمولا درست بکنم، این سری مقالات رو باید بهش ارائه بدم، ایده ها، کارهایی که کردم رو، کاری که قراره بکنم و اینجور موارد، و بیشتر حول همچین قضیه ای داره میچرخه. اما از این سال در واقع دوم به بعد که شما موتور واقعا رو اصلا که از این سال دوم به بعد که شما در واقع این پروپوزال رو دفاع میکنید و دیگه وارد وسط های سال دوم و سال سوم میشید، دیگه انتظارها زیاد میشه، دیگه استاد از شما ریزالت میخواد، نتایج کار میخواد، پیگیر میشه، ایمیل زیاد بهتون میزنه. الان استاد خود من اینطوریه دیگه، ما داریم راجع مقاله اول صحبت میکنیم، من همین اینتروداکشن مقاله اولمو همین یه هفته پیش براش نوشتم و دادم، حالا داره میخونه و قرار شده که با هم بحث بکنیم و خیلی هم امکان داره اینتروداکشن بعدن عوض بشه، اصلا نتایجی چیز دیگه ای بشه و اینا، ولی خب دیگه تمرکز اصلی رو ریسرچ میشه دیگه تقریبا از وسط های سال دوم به بعد. یه نکته هم بهتون بگم، همون بحث رضایت سوپروایزر برای دفاع کردن، اینکه این رضایت تو چی خلاصه میشه. ببینید شما وقتی که پروژه در واقع ریسرچ انجام میدید، یعنی پژوهش دکترا انجام میدید، کل نتیجه کارتون باید تو یک تعدادی از مقاله با یک کیفیت خاصی خلاصه بشه و اصلا استادا در واقع با همچین قضیه‌ای هم راضی میشن، اینکه شما بیاین درس بخونید اینجا، پژوهش دکتراتون انجام بدید و دو تا مقاله، سه تا مقاله بدید و تا اینکه اونا بخوان رضایت بدن به شما و فارغ التحصیل بشید. و اونجایی که گفتم که شرط اصلی سوپروایزر بعد از امتحان جامعه اینه، یعنی الان از نظر قانونی من سال 4 میتونم فارغ التحصیل بشم، مشکلی ندارم، اما شرط اصلی استاد من برای فارغ التحصیل اینه که من باید سه تا مقاله Q1 بدم تا اینکه بذاره من دفاع بکنم دیگه، یا حالا دو تاش سابمیت باشه، یکیش مثلا دو تاش مثلا پابلش شده باشه، یکیش سابمیت، همچین چیزی. این شرط اصلی بود که سوپروایزر من گذاشته که من باید انجامش بدم دیگه، یعنی به خاطر همینم هست دیگه الان دیگه درگیری اصلیم ریسرچ، چون که کارهای دانشگاه و سه قانونیش تموم شده برای من، ولی من فقط دیگه بشم ریسرچ بکنم. و یه بارم چند وقت پیش یکی از بچه‌ها سوال پرسید که آیا مقاله اجباریه دوره دکترا؟ بله مقاله اجباریه، تقریبا اگه شما مقاله ندید فارغ التحصیل نمیتونید بشید، دوره دکتراتون بیشتر طول میکشه، امکان داره 4 سال بشه، 5 سال بشه، 6 سال، و خیلی از دانشگاه از جمله دانشکده عمران مکمستر فقط بابت 4 سال به شما فاند میدن، یعنی اگه 4 سال بشید 5 سال امکان داره بورسیتون قطع بشه، فاند من مثلا امکان داره قطع بشه و مجبورم برای اینکه بتونم شهریه دانشگاه و زندگیمو بدم برم بیرون و به هر حال کار هم بکنم، یعنی کار دانشجویی انجام بدم، بعدش بیام کنارش تحقیقم انجام بدم، پژوهشم انجام بدم، که اصلا کلا سیستم زندگیم عوض میشه دیگه. درنچه برای اینکه از این جلوگیری بکنم مجبورم که دیگه سفت کنم و بشینم ریسرچمو انجام بدم دیگه. یه کار آخر دیگه هم که با شما انجام بدید که من براش ویدیو هم دارم اینه که شما باید TA هم بشید. TA شدن جزوی از وظایف دانشجوی ارشد و دکترا هستش، اصطلاحا گریجوییت استودنت هست. شما باید کلاس بذارید، باید تمرین حل بکنید برای بچه‌ها، تمرین باید در بیارید، احیانا امکان داره برید درس بدید، برگه تصدیق بکنید، تمرین‌ها رو تصدیق بکنید، مراقب امتحان بشید، تمام این وظایف رو امکان داره شما داشته باشید. به عنوان دانشجوی تی حالا امکان داره بعضیشون نباشه، بعضیشون باشه مثلا، ولی قول همچین قضیه‌ای هستش و این هم به شدت وقت می‌گیره. یعنی من خودم فکر نمی‌کردم واقعا TA بودن خیلی بخواد وقت بگیره ازم، ولی اون روزی که مثلا فردایش TA داشتم میتونم میگم نصف روز قبل من میرفت این که بفهمم آقا این درس چیه، چند تا سوال، حالا سوالایی که باید حل کنم چی هستن، چه جوری باید حلشون بکنم. بعد مشکل اصلی اون بحث انگلیسی هم هست، شما باید بهت انگلیسی حرف بزنی. من یه وقتی میذاشتم اون روز قبلش میخوندم اینا رو، جملاتی که می‌خواستم به انگلیسی بگم مرور می‌کردم. شاید برای شما ساده باشه، ولی فرض کن مثلا انتگرال دوگانه رو شما چجوری می‌خواید به انگلیسی بگید؟ مشتق، نمی‌دونم این سطح زیر نمودار، مثلا مهندسی که اکثرا داریم یه شیب خط از آ تا ب، مثلا فرض کن اینا رو یه خورده نمی‌دونم برآیند نیروها، اینا کلا چیز سختیه دیگه، و شما وقتی می‌خواید به انگلیسی بگید یه مقدار اذیت کننده هستش و وقت زیادی هم می‌گیره آماده شدنش. در نتیجه یه کار خیلی اصلی توی همین سال اول دکترا همین TA شدن هستش، خصوصا وقتی که کارهای دیگه‌تون هم دارید دیگه، کورس هم دارید و پروپوزال اینستون هستش دیگه. من سخت‌ترین ترم من ترم دوم بودش، در واقع پاییز پارسال، خب که اون ترم من هم یه درس داشتم، هم امتحان کتبی جامعه‌ام رو داشتم و هم TA بودم و خب حالا کار یوتیوب هم که کنارش می‌کردم، یعنی اون ترم واقعا یکی از سخت‌ترین ترم‌هام بود که کلا من درگیر بودم، یعنی کلا اول پاشو امتحان جامعه بخون، بعد پاشو مدارک تی کلاس های تی ای رو آماده بکن، بعد یه مقدار ریسرچ انجام بده، درس هم داشتم، تمرین و پروژه هم داشت و حالا کارهای یوتیوب و به هر حال زندگی عادی هم هستش دیگه.
خیلی صحبت کردم، ولی ختم کلام بخوام بهتون بگم، دوره دکترا سختی‌های خودش رو داره و حالا مزایای خودش هم داره درس خوندن تو همچین کشوری. شما کلا تو دوره دکترا درگیریاتون خیلی زیاده، حجم کارتون خیلی زیاده. همین الانش هم که من فقط دارم ریسرچ انجام میدم، ریسرچ هم خودش کلی وقت میگیره، مقاله خوندن و نوشتن و کد زدن و اینجور چیزا. اما یه نکته کلی بهتون بگم، اگه شما بخواید ددیکیت کنید خودتون رو اصطلاحا به این کار، یعنی بخواید کامل وقتتون رو فول تایم بذارید برای تی ای، برای در واقع کارهای دکترا و تی ای شدن اینا، مطمئن باشید که میتونید برسید و سخت میگذره، ولی اینطوری نشدنی نیسته. شما به هر حال 4 سال میگذره، مقالاتتون رو میدید به هر نحوی که هست و بعد دفاعتون رو میکنید و به هر حال فارغ التحصیل میشید، حالا میرید سراغ گرفتن پی آرتون و پی آر خودم هست دیگه مثلا و اینجور موارد. امیدوارم که این ویدیو یه دید خوبی بهتون داده باشه راجع به سال اول درس خوندن و یه سال اول درس خوندن تو کانادا، و اینکه نظرتون رو بهم بگید. اگر هم ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، خیلی خیلی خوشحال میشم، خیلی بهم کمک میکنه این قضیه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار. چه اینطوری خدا بزی کردم. خدا نگهدار.